در بحث وثیقه در واقع وام ازدواج، من واقعا معتقدم نه حالا وام ازدواج تنها، وام های خرد به طور کلی. ما در بحث وام های خرد اخیرا هم همکاران ما در بانک مرکزی اعلام کردند که ما به این سمت داریم حرکت میکنیم آقای مهدی قلی، که وام های خرد رو از سیستم بانکی دریافتش رو آسان‌تر و با وثایق سهل‌تر انجام بدیم. بحث اعتبار سنجی، اعتبار سنجی بسیار مهمه. یعنی دیروز یا پریروز هم بود که همکاران ما اعلام کردن در بحث اعتبار سنجی که در واقع اگر کسی رتبه اعتباری خوبی داره بعد بتونه با وثایق بسیار آسون وامش رو دریافت بکنه. لذا در بحث ضامن این نیست که یک بانک اراده بکنه بگه من 5 تا ضامن میخوام، 2 تا ضامنش هم اضافه است، به هیچ وجه قابل قبول نیست. چه زمانی فکر میکنید این بحث اجرایی بشه؟ ببینید ما الان داریم بستر کار رو آماده میکنیم که یک رتبه اعتباری رو در اختیار بانک ها قرار بدیم. بانک ها بر اساس رتبه اعتباری، اگر رتبه اعتباری فرد مناسب باشه، بتونه با سهل ترین وثیقه این کار رو انجام بده. ما الان این زیر ساخت رو هم در حال فراهم سازیش هستیم که طرف حتی بتونه با سیم کارت موبایلش بتونه وام بگیره. یه سیم کارت موبایل داره، این سیم کارت موبایلش رو با کمک در واقع دستگاه زیرب بتونه در واقع به وثیقه بگذاره وام دریافت بکنه خیلی راحت. یارانش رو بتونه وثیقه وام قرار بده. سهام عدالت اگه داره وثیقه وام قرار بده. اعتبار سنجی هم که عرض کردم اگر اعتبارش خوب باشه بتونه با راحت ترین روش در واقع وامش رو دریافت بکنه. ما سعیمون بر اینه که از سال آینده به گونه عمل بکنیم که مردم واقعا در این حوزه احساس آرامشی بهشون دست بده. این در مورد مجموعه تسهیلات خرد. تسهیلات خرد. خرد در مورد وام ازدواج. به ویژه وام ازدواج. به ویژه وام ازدواج.